درود به شما عزیزان و همراهان این چالش رقص و چالش نمیدونم هد کشف هجاب و اینا همه خوبه خب همش تا حدودی خوبه اما اگه دنبال سرنگونی نظام هستین فقط با کف خیابون اومدن فقط با مبارزی رو در رو میدانی میشه این کار کرد اینا چیزایی هست که این دولت هی داره جون تزریق میکنه به این دولت و هی داره برای این دولت زمان میخره که این حکومت از دوباره ادامه پیدا کنه مادر دادخواه شهید راه آزادی میهن محمد حسن ترکمان گفته من با وجود هجاب کاملا پوشیده بازم پیام کشف هجاب دریافت کردم واقعا باید به این حجم از خریت و نفهمی این حکومت بخندیم حکومتی که دوربین های خیابوناش به جای ثبت تخلف و ثبت دزدی حالا افتاده دنبال چند تا تار موی زنان قدرتی که زورش به کودک ده سالی مثل کیان میرسه قدرتی که زورش به بچه های به کودکان تو سیستان و بلوچستان میرسه که, اون رو نا... که اونا رو ناجوان مردان مورد هدف قرار میده تازه دروغم میگه خب چرا این دوربینا به وقت و زمانش کار نمیکنن ها آیا جز این نیست که عمق تبهش و حقارت خودتون رو بیشتر از قبل معرفه معرفی میکنین حالا جالبتر این که برای همون جوجه بسیجی همین عجمیان که سقطش کردن تمام دوربینا کاملا فعال بود و تمام ریزترین ها هم ثبت کرده اون وقت پدرش میاد قرآن رو میبوسه دست میذاره رو قرآن آففرین. که اینا بچه من رو کشتن جون چند تا جوان هم که قطعا این آلی. قرآن به کمرش میزنه چجوری اثر به اون دوربین حساستون نتونسته قاتل عجمیان رو پیدا کنید ببینید تمام کسایی که دستشون در خون فرزندان این سرزمین آغشته هست بیشک روزی آرزوی مرگ برای خودشون میکنن همون کسایی که منافق رو مقصر میدونن قافل از اینکه خودشون منافق تر از منافقن همون کسایی که دوم بعضی آقایون رو خیلی کلفت کردن بله اینا روزی میرسه که آرزوی مرگ خودشون رو میکنن خواهر دادخواه شهید راه آزادی میهن محمد رضا اسکندر خطاب به برادرش میگه پیکرت رو با تن خسته و لب تشنه زیر خاک گذاشتن بعد از چندین سال کار در کنار پدر تازه تونستی خودت راه بیفتی در این لحظات که با آسودگی خیال با اینک افتابی بر چشمانت به آسمان نگاه میکنی آیا میدونستی که چند ساعت بعد قلب مهربون توسط سگان درنده دریده میشه؟ از اون لحظه ای که این فیلم به دستم رسیده انگار به قلبم خنجر میکشن تو در این ساعت مشغول کار و زحمت برای آینده ای بودی که در چند ساعت بعد نابودش کردن با تنی خسته و لبانی گشنه و تشنه بعد از یک روز کاری و باشگاه پیکر پاکت رو زیر خروارها خاک گذاشتن آخ محمد رضا مرا خسته کردی و تو خودت هم خسته رفتی زنده یاد محمد رضا اسکندری شهری شهریور 1400 با شلیک گلوله توسط جمهوری اسلامی در پاکتش کشته شد میلاد منظریان ورزشکار و مهندس عمران اهل شهرستان عوض استان فارس که اواخر اسفند ماه سال گذشته توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده برای اخذ اعتراف اجباری درباره مشارکت در حمله شیمیایی به مدارس تحت فشار و شکنجه قرار گرفته تمام این عزیزانی که الان تو زندان ها هستن زیر شکنجه هستن به خاطر آزادی یک ایران یک میهن رفتن جلو لطفا فراموششون نکنین لطفا به خاطر اینو دست از چالش‌های های مسخری مثل رقصیدن و تنیدن و این عدو رو بردارین وقت وقت این چالش ها نیست هیچ انقلابی با هیچ چالشی رخ نداده انقلاب با مبارزه این میدانی رخ میده این بچه بازی ها رو بذارین کنار چون اینا فقط توسط فقط اتاق فکر خود رژیم داره این کار رو میکنه چالش رقص میذاره چالش کشف هجاب میذاره ما مهمتر از هجاب مملکتمون و اقتصادمون و سیاستمونه که زیر خاک رفته اون ما نشستیم دوام میکنیم سر یه هجاب وقتی یک حکومت خوب و درست و دموکراتی سکولار بیاد هجاب هم خود به خود درست میشه پومپئو از تصمیمش برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری 2024 صرف نظر کرد. مایک پومپئو وزیر امور خارجه پیشین آمریکا در دولت دونالد ترامپ روز جمعه 26 شهریور بر برابر بر با 15 اپریل اعلام کرد که به دنبال نامزدی جمهوری خواهان به دلایل کاملا شخصی خانوادگی برای ریاست جمهوری ایالات متحده در سال 2024 نامزد نمیشه. وی ضمن اشاره به اینکه هنوز 59 ساله هست و در آینده فرصت داره گفت که تصمیمی گرفتم مشتاقانه به این نتیجه رسیدم که سال 2024 به رقابت ریاست جمهوری نمی پیوندم. در حالی که من عمیقا به آمریکا و مسائلی که من در طول یک سال نیمه گذشته دربارش گفتم اهمیت میدم در تمام طول دوران خدمتم به عنوان عضو مجلس نمایندگان ایالات متحده و بعد از اونم مدیر سازمان اطلاعات مرکزی و وزیر امور خارجه این فرصت رو داشتم تا آمریکا رو به گونه‌ای پیش ببرم که متناسب با زمان و لحظه باشه حالا اون زمان نیست که من دوباره در پی مقام باشم Thank you to those of you who have been praying alongside Susan and me for discernment and wisdom. And don't stop praying, not only for Susan, Nick, Rachel, and me, but for America, but for America to remain as a beacon to those seeking life, liberty, and the pursuit of happiness. God bless you. وضعیت این جوی خوابالود هر روز داره خطرناکتر میشه رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا وقتی ورودش به ایرلند که نخست وزیر انگلستان به پیشوازش رفته بود در اقدام توهین آمیز ریشی سوناک کنار زد و به سمت افسر رفت که برای دست دادن و عده احترام نظامی به اون احتمالا اون افسر نماینده پادشاه بوده میدونستین که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا رئیس جمهور آمریکا تبارش و وا... اصالتا ایرلندیه روزی جمعه گفتش که قصد داره دوباره در سال 2024 نامزد انتخابات ریاست جمهوری بشه و به زودی در یک بیانیه رسمی موضوع اعلام میکنه اون طی سفر خودش به ایرلند در جمع خبرنگاران درباره انتخابات ریاست جمهوری سال آیندهش هم گفت که پیشتر محاسبات لازم رو انجام دادم و به زودی این موضوع رو اعلام خواهم کرد بعد گفتش که سفر ایرلند حسن خوشبینی رو نسبت بهم به, به اون چه که به آینده میشه انجام داد تقویت کرد و قبلا هم گفتم که برنامه هم اینه که دوباره نامزد بشم بیا برو بابا پیری تو که تو دوران ریاست ری... جمهوری گند زدی به تمام دنیا حالا از دور میخوای نامزد بشه بیا برو کنار بزن من نمیتونم چرا اینا که ادعای دموکراسی میشه ادعای نیروهای جوون میشه چرا یه نیروی جوون بین این ریاست جمهوری ها نیز نیست همش موش پیرو پارتال هستن در پایان یک صحبت باتون با دارم لطفا حواسمون باشه فریب به تفرق افکنی ها رو نخوریم همه چیز برای ایران به نام ایران برای برانداختن نظام ضد ایران رقابت سیاسی برای پس از جمهوری اسلامی تردید نکنیم پشت این تفرقه افکنی ها یا اطلاعاتی ها هستن یا اطلاعاتی ها از این تفرقه افکنی ها دارن کمال بهره رو میبرن به یک دلیل روشن توجهات رو از اونا بر میگردونه به سمت انحرافی یادتونه چقدر روی دوگانه داخل نشین و خارج نشین تو چند سال گذشته مانور میدادن؟ ببینین چطور با اتحاد داخل و خارج زمین خوردن؟ همین اتحاد رو بیاین ببرین تو سطح گروه های سیاسی یک ایران داره از دست میره اگه جمهوری اسلامی بمونه بیاین به ایران فکر کنیم اگر دنبال آزادی ایران هستین همزمان همراه با اعتصابات سراسری و اعتراضات مدنی و شجاعتی که الان زنان دارن در زمینه کشف هجاب انجام میدن به مبارزات خیابونی ادامه بدیم با کف خیابون اومدن ما هست که این رژیم میترسه و کنار میکشه این نظام دنبال حمایت از مردم ایران نیستن جمهوری اسلامی و مقامات قضاییش به جای اینکه از مردم و افراد آزاردیده حمایت کنن به سراحت دارن مردم رو تهدید میکنن میگن کسایی که برای مردم به نام امر به معروف مزاحمت ایجاد کنن مورد حمایت دستگاه قضایی هستن اون وقت شما توقع دارین این نظام ایران رو حفظ کنه این نظام دنبال پست و مقام و موندن خودش تو قدرت هست پس مردم به خیابونا بیاین در مبارزات میدانی شرکت کنین و دست از این چالش های مسخر بردارین چالش خوبه نمیگم بده ولی در کنارش ما نیاز به اعتراضات میدانی داریم اعتراضات میدانی و مبارزات میدانی فراموش نشه سپاس گذاریم که تا پایان این برنامه با ما همراه بودین لطفا نظرات خودتون رو در رابطه با این ویدیو زیر همین ویدیو کامنت کنین و زیر دیگر ویدیو حالا فرق نمیکنه زیر ویدیوها نظرات خودتون رو کامنت کنین تا ما بتونیم براتون ویدیوهای بهتر تهیه کنیم دوستتون دارم بدرود